سلام رفقا، وقتتون بخیر. ایشالله که حالتون خوبه. خوب باشه. اومدیم سراغ چالش جدید این ماه بازی کلش آف کلنز، چالش جولای کوالیفایر چالنج. خیلی خیلی سخته، واقعا خیلی سخته، چون از این ورد چالنج ها سال بریم سراغش ببینیم چطوری میتونیم بزنیمش. مپش که اصلا عجیب و غریب خرکی چیده شده، خیلی هم قویه چیزاش، یه 200 مدل نیرو و این چیزا هم به ما داده، میگه برو اینو بزن. خدایش خیلی سخته، من خودم 100 بار باختم تو بزنمش. حالا بریم ببینیم چطوری باید زدش. فقط نکته ای که اینجا باید بگم اینه که زمانش واقعا کمه با توجه به اینکه مپش اینقدر قویه و باید واقعا از زمان درست استفاده کنیم. اولین کاری که میکنیم یه این پایین، این دوتا منبع طلا رو با دوتا اسنیگوبلی میزنی بلا فاصله، کشتی هوایی رو میفرستی از اینجا بره داخل و دوتا بالون پشت سرش. اینجا باید سریع اسپل ریج رو بزنی و به فاصله هر 4 ثانیه یه دونه اسپل نامرئی بندازی روی اون سوپر ویزاردهی که داخلشن. ببین اگه اینجا رو درست نزنی بهتره که از اول اتکو شروع بکنی، چون نمیشه صدش کرد. حتما باید با این سوپر ویزارد ها اینجا رو خالی بکنی و اون لاوایی که اونجاست رو بکشی، یا حتی اگه نکشتیش یه کاری بکنی که جونش خیلی کم بشه. خب بعدش از این پایین گالم یخی رو میفرستی پشت سرش کوین، سری اسپل سمتو میندازی رو اون طولای لاوا که ریختن بیرون. با کوین این پایین رو راحت خالی میکنی. میای این بالای مپ، بالای مپ یه دونه اسنیک گوبلین که برات مونده رو میذاری روی این منبع اکسیر که پخش نشن، یه دونه ویزارد میذاری کنارش. حالا همینطور که منتظری تا کوین بیاد به سمت بالای مپ، با این دوتا سوپر وال بریکر این دیوار رو میشکنی. کوین و اون گالم یخی جلوش که رسیدن به اینجاها، گالم یخی و بعدی رو میذاری جلوی کینگ تا دوتا گالم یخی ها بیان از این حفره‌ای که داخل دیوار ایجاد شده بریزن داخل، اون اینفرنو یخ بزنه. اگرم نزد مشکل نیست، فقط باید قدرت کینگ و کوینت رو نگه داری تا باهاشون بتونی اینفرنو و تانهالی که داخل این محوطه از مپ هست رو بزنی. خیالت که راحت شد به تانهال میرسن، بیا این طرف مپ، وقت خیلی کمه. لاوا رو میذاری جلو، هرچی دراگون رایدر داری پشت سرشون، رویال چمپیون و واردن رو هم میذاری پشتشون و از قدرت واردنت استفاده میکنی تا اون چند ثانیه اول چیزیشون نشه. یه بیبی دراگون میذاری اون بالا، بقیه مینیونات رو هم پشت سر اینا میچینی تا اون پشت رو برات خالی بکنن. حالا دیگه باید از اسپلات خیلی دقیق استفاده بکنی. سعی کن اون اسپل کلون یا شبیه‌سازی که داری رو بزنی روی دراگون رایدرها، با نامرئی کننده از رویال چمپیونس محافظت بکن تا بتونی قدرتشو جلوتر استفاده بکنی و نگهش داری. بالونا رو به کمک یخ برسون به اون اینفرنو پایینیه و رویال چمپیونیو که با اسپل نامرئی زنده نگه داشتی، اینفرنوی بالا و اسکتر شاتو برات از کار میندازه. حالا دیگه باید فقط دورو با بقیه چیزایی که برات باقی مونده، با آرچری که داری، با ویزاردی که داری، با اون مینیونایی که دار برات باقی مونده و دارن میان نزدیک، خالی بکنی و شانس بیاری که وقت کم نیاری، چون باید واقعا مرحله به مرحله این چیزا رو توی 0.01 ثانیه انجام بدی و خیلی سخته. و بعدش هم که دیگه همه این کارا رو کردی، دیگه فقط صبر میکنی تا بقیه این مپو بزنن و 100% بشه و 3 ستارشو بگیری. امیدوارم که این آموزش به دردتون خورده باشه. برید بزنید، همه جوایز و اعتبار و هر چیزی که داره رو بگیرید بریزید تو حسابتون. و مثل همیشه ازتون خواهش دارم که نظراتتون رو برام بنویسید، لایک، کامنت و سابسکرایب فراموش نشه. و بقیه ویدیوهای من رو هم میتونید توی کانال یوتیوب دنیای مستر پانک تماشا کنید. خیلی متشکرم ازتون.